کشاندن پای تاجیکستان در تفاهمنامه ترانزیتی افغانستان پاکستان یا ابتا، امتیاز دهی به پاکستان یا دوری از هندوستان. سرانجام حکومت افغانستان درخواست پاکستان بر شامل ساختن تاجیکستان در تفاهمنامه ترانزیتی کابل و اسلام آباد را پذیرفت، اما ظاهرا هند شانسش را برای دستیابی به این تفاهمنامه از دست داد، مسئله ای که حکومت افغانستان بر آن تاکید داشت. حالا با امضای تفاهمنامه ترانزیتی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، پاکستان در چهارچوب این تفاهمنامه روابط تجارتیش را در کشورهای آسیای میانه بیشتر از پیش گسترش می‌دهد. اما نقش افغانستان در این تفاهمنامه چیست؟ اگر به شکل یک سمبولیک افغانستان نامش به این قراردادها باشه و مدیریت درست نشه و یک جدیت در این راستا خرج داده نشه، فقط نامش باقی میمانه و منفعت نخواهد داشت. گفته هایی وجود دارد که پاکستان به دلیل خصومتی که با هند دارد نخواست تا این کشور در این پروژه سهیم شود و از طریق قلمروش با افغانستان تجارت کند، در حالی که شامل شدن هند در دایره این تفاهمنامه به منافع افغانستان بود. چند پرسش: منافع افغانستان در قرارداد ترانزیتی سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و تاجیکستان چیست؟ چرا پاکستان درخواست افغانستان برای پذیرش هند در این تفاهمنامه را نمیپذیرد؟ و با امضای این تفاهمنامه آیا افغانستان در چنین وضعیت بد امنیتی میتواند به نقطه وصل پاکستان با آسیای میانه مبدل شود؟ در کنکاش امشب به همین پرسش ها پاسخ می‌یابیم. سلام به برنامه کنکاش، خوش آمدید. در این برنامه مزمل شنوار معین و سرپرست وزارت اقتصاد، آذرخش حافظی رئیس روابط بین الملل در اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل و وزیر پیشین تجارت افغانستان اینجا با من هستند برای بحث بیشتر. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. با پوزش آقای شنواری، شما معین و سرپرست وزارت تجارت هستین. آقای شنواری، با شما آغاز میکنیم. چرا پای تاجیکستان در تفاهمنامه ابتا یا تفاهمنامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان کشانده شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خود عرض میکنم به شما و مهمانایی که در اینجا تشریف داره و تمام بینندگان تلویزیون طلوع نیوز و طلوع. ما میخواییم یک کمک معلومات در مورد موافقت نامه سه جانبه که بحث سرش آغاز شده برای شما ارائه کنم و در پهلویش جواب سوال شما هم میهیم. ما در 2010 موافقت نامه دو جانبه امرای پاکستان به امضا رساندیم که برای تطبیق و موافقت نامه ما به یک سلسله مشکلات مواجه شدیم. این موافقتنامه در اکتبر 2010 به امضا رسید و برای 5 سال بود. بعد از 5 سال اگر کدام تغییر در او میآید، خب اصلاح میشه. اگر تغییر نامد برای 5 سال دیگه تمدید میشه. یک ای بود که 5 سال تقریبا نزدیک به پوره شدن بود، به او اساس یگانه علت بود که ما پیش رفتیم. مسئله دوم، ما مشکلاتی داشتیم در مسائل ترانزیتی امرای پاکستان، در مسئله توزیع یا معلومات بیشتر در مورد موافقتنامه ابتا. این مشکلات در بخش‌های مختلف بود. ما میخوایم که یک چند تا مشکل برای شما و به تمام بینندگان تلویزیون پیش کنیم. اول، ما تقریبا 5 گارانتی داشتیم یا تضمین داشتیم به خاطر تورید مال از طریق پاکستان به افغانستان، که در او 5 گارانتی، اول گارانتی مالی بود که امرای انشورنس کمپانی یا کمپانی بیمه باید ما بیمه می داشتیم برای مال. دوم، باندد کریر یا ترانسپورت تضامنی که اونا تضمین داره امرای گمرکات و به اساس اونمو محترم میتونه که مال افغانستان بیاره. سوم، وقتی که مال به افغانستان میرسه، گمرک ما باید تصدیق بده یا کراس بوردر سرتیفیکیت که تصدیق میده که مال به افغانستان رسیده. چهارم، تبادله معلومات الکترونیکی که باید معلومات شریک شوه امرای اونا. اگر در کراچی کانتینر میرسید باید تورخم خبر میشد و اگر به تورخم میرسید کراچی پس خبر میشد. پنجمش، تراکینگ دیوایس یا آله ردیابی سر هر موتر باید می بود. 3 تا اولش عملی شد، 2 تا آخرش از لحاظ مسائل تکنیکی و چیزا عملی نشد.
ما این مشکلات که دیدیم تاجرها زیادتر شکایت داشتن، این یک مسئله بود. مسئله دوم، مسئله موتورای ما که تاواگه بره و تضمین بانکی برای موتورا بود. در اوائل مشکلی شد که بانک ها آماده نبود که تضمین بده. بعد از او به این موافقه شد که باید ما تضمین خط از طرف وزارت های ترانسپورت هر دو طرف داده شد و موتور بره. خب این مسئله در یه آخر حل شد، ولی یک مشکلی مانده بود که آیا ما میتونیم از هندوستان پس مال ترانزیت آورده میتونیم یا نمیتونیم. این مسائل بود که ما یک وقت باید سرینمی موافقتنامه مذاکره پس می کردیم یا آغاز می کردیم. در این وقتی شد که پاکستان تقاضا کرد که ما می خواهیم که موافقتنامه را به تاجیکستان یا سه جانبه بسازیم، که در اون وقت حکومت افغانستان جواب منفی داد به پاکستان. مسوده شان هم روان کرده بود، ما پس مسترد کردیم در زمانداری حامد کرزی. تقریبا دو سال پیشتر اونا تقاضا کردن، ما مسترد کردیم. باز حکومت پاکستان از طریق تاجیکستان آمدن. از طریق تاجیکستان اونا تقاضا کردن که مساعده را به حکومت تاجیکستان دادن و تاجیکستان به حکومت افغانستان روان کردن. و در این وقت خود رئیس جمهور تاجیکستان در برنامه که رای آهن سه جانبه که امضا می رسید، از رئیس جمهور افغانستان تقاضا کرد که موافقتنامه باید شود. با اساس هدایت رئیس جمهور اسبق، وزارت تجارت کارهای تکنیکی را آغاز کرد که مساعده را ما گرفتیم، سر ازو کار کردیم. باز ما تقریبا 6 ماه گرفتیم که سر مسوده نظریات وزارتخانه مختلف و سکتور خصوصی را بگیریم. با اساس اون نظریات ما پس تقریبا اون مسوده را که تاجیکستان روان کرده بود نصفش ما تغییر دادیم، با اساس مشکلاتی که ما سابق داشتیم. چون ما خودم مسئولیت مذاکره موافقتنامه ابتا داشتیم در 2010، پیش از موافقتنامه مد جریان بودم، در جریان موافقتنامه بودم و در تطبیقم بودم در وزارت تجارت. به او اساس ما اونم مسائل شریک ساختیم امرای دوستای از وزارتخانه مختلف و نظریات خود روان کردیم به تاجیکستان. باز این نظریات ما به تاجیکستان رفتن و تاجیکستان روان کردن پاکستان. ما امرای تاجیکستان دو مجلس علیحدہ داشتیم بدون از او که ما پاکستان دخیل بسازیم، چون مشکلاتی که ما داشتیم امرای پاکستان او مشکلات امرای دوستای ما در تاجیکستان شریک ساختیم که این مشکلات بود. خوشبختانه نظر ما متفق شد سر مسائل زیادتر مسائل. بعد از او ما به این فیصله رسیدیم که باید مذاکرات سه جانبه را آغاز کنیم و این فیصله هم تاکیدش در سفر جناب رئیس جمهور به پاکستان که داشت، در او تاکید آمد که باید ما مذاکرات سه جانبه را آغاز کنیم. به او اساس دور اولش در ماه جنوری در اسلام آباد صورت گرفت که مسوده ابتدایی به حیث یک مسوده قبول شد و در پهلویش باز سر یک سلسله مسائل گپ زدیم که جلسه بعدیش دو روز قبل در تاجیکستان بود. در این جلسه یک مسئله عمده این بود که مسائل یا مشکلاتی که ما داشتیم او را ما مستقیما مطرح کردیم. تاجیکستان او قدر زیادتر دهی دخیل نیست، دهی سه جانبه دخیل از سر روی میز، ولی مشکلاتی که از بین افغانستان و پاکستان است و زیادتر مذاکره هم سر اونمون مسائل. پاکستان در چارچوب این تفاهمنامه بیشتر با پاکستان در طرف قرار دارن، نه با افغانستان. نه، در این مسئله طرف افغانستان زیادتر است، چون ما دو سفری که تیمای تکنیکی ما داشت به تاجیکستان دو جانبه ما بحث کردیم و نظر افغانستان و تاجیکستان واحد ساختیم. و خوشبختانه در دو روزی که مذاکرات صورت گرفت، که امروز هیئت ما پس از تاجیکستان بازگشت، اونا هم ایرا تایید کردند که تاجیکستان گپی که افغانستان پیش میکردن اونم قبول میکرد. چند مسائل عمده که شنوری، پیش از اینکه به مسائل دیگر بپردازیم میخوایم بیشتر کم این مسئله روشن شود. چگونه پاکستان افغانستان در این توافقنامه یا تفاهمنامه ترانزیتی سه جانبه بیشتر با تاجیکستان طرف است، در حالی که پاکستان میخواهد که از طریق قلمرو افغانستان با تاجیکستان در چارچوب این تفاهمنامه تجارت کنه و اموالش به تاجیکستان انتقال بده و با آسیای میانه و همین گونه از آسیای میانه به خاک تاجیکستان کالاهای تجارتی صادر شود. من میخوام این را اصلاح کنم. مسئله ای چیز که موقف افغانستان و تاجیکستان یک است با وقتی که ما مذاکره را پیش میبریم با پاکستان، چون پاکستان میخواهد که با تاجیکستان تجارت داشته باشه و تجارتش هم به او اندازه زیادتر نیست. برای ما یک فرصت پیدا شد که ما میتونیم که مشکلاتی که ما در تطبیق موافقتنامه ابتای 2010 داشتیم او را اصلاح کنیم و کوشش کنیم که برای افغانستان امتیاز زیادتر بگیریم. یعنی تاجیکستان در اینجا برای حل مشکلات افغانستان در چارچوب تفاهمنامه ابتا پادرمیانی میکنه و مشکلات سر راه بازرگانان افغانستان برداشته میشه.
دو مسئله است. اونا میخواه که راه رسمی را پیدا کنه به رسیدن به بندر کراچی، یک مسئله، و بنادر پاکستان. مسئله دوم، اونا میخواهن که زیادتر ترانزیتشان از طریق افغانستان صورت بگیره، چون ما موافقت نامه سه جانبه بین افغانستان، تاجیکستان و ایران هم داریم. اونا میخواه که با پاکستان هم روابط داشته باشه، پاکستان هم میخواه که روابط داشته باشه، ولی برای ما فرصت ای بود که ما چون امرای تاجیکستان نظریات ما شریک ساختیم، مشکلاتی که ما داشتیم اونا را آگاه ساختیم که این مشکل داشتیم، مشکل ترانسپورت ما بود، مشکل تاجر ما بود، مشکل دمرج ما در بنادر بود، و این تمام مسائل بود که اگر تاجیکستان هم شریک شود این موافقت نامه، اونا هم شاید اینمی مشکلات پیشروی داشته باشه. به او اساس ما تاجیکستان قانع ساختیم که موقف افغانستان و تاجیکستان باید یک باشه نسبت به پاکستان، که ما تسهیلات لازمه برای تجار و ترانزیت افغانستان و تاجیکستان بیاریم. آقای شنواری، تاجیکستان چگونه میتونه که پاکستان قانع بسازه تا موانع سر راه بازرگانان افغانستان در چارچوب این تفاهم‌نامه از میان برداره؟ مسئله ما پیشترم گفتم که مذاکرات که از عرصه جانب است. تاجیکستان اونا نظریاتشان دادن، ما امرایشان نظریات شریک ساختیم و ششتیم که نظر ما که اگر اختلاف ما و تاجیکستان داشته باشیم اونمو مسئله را حل کنیم، اول باز به مذاکرات سه جانبه بریم. به او اساس مذاکره، سر میز مذاکره زیادتر مذاکره بین افغانستان و پاکستان از در مورد و مشکلات، ولی تاجیکستان چون اونا نظر خود هم شریک میسازه، در این وقت اونمو مشکلاتی که ما او را مطرح میکنیم تاجیکستان حمایه میکنه که این مشکل باید در راه تاجران نباشه. اگر به گونه فهرستوار بگین، منفعت افغانستان با شامل شدن تاجیکستان در بخش این تفاهم‌نامه چیست؟ ما خب پیشترم گفتم که ما میخوایم که این موافقت نامه پس باز شود، و اینمی یک رای خوبتر بود. ما میخواستیم که هندوستان بیاید این موافقت نامه، ولی هندوستان رسما تقاضا نکردن. چند مرتبه امرای حکومتشان ما این مسئله را مطرح کردیم، اگر اونا میخواه که شامل ابتا باشه که ما او را مطرح کنیم امرای پاکستان، اونا باید رسما برای ما و پاکستان مکتوب روان کنه که ما میخوایم شامل این موافقت نامه باشیم. اونا چون این کار نکردن و ما بازم برشان گفتیم که هر وقت شما این مسئله را مطرح کنین، ما حکومت افغانستان میتونه که این مسئله را مطرح کنه. اگر در مورد منفعت افغانستان با شامل شدن تاجیکستان در این تفاهم‌نامه بگین، افغانستان واقعا چی سود به دست میاره؟ اولین مشکلاتی که گارانتی‌های مختلف که ما داریم، 5 گارانتی، این شاید کم شوه به 2 گارانتی که زیاتر تریکینگ دیوایس است و تبادل معلومات الکترونیکی است، و اگر گارانتی تضمین محترم باشه او یک مسئله است. مسئله دوم، چون خود تاجیکستان هم نمیخواد این مسائل، مسئله دوم مسئله ویزا است برای زیاتر تاجرای ما، چون یک بحثی که مطرح شده در این موافقتنامه که تاله سرش بحث نشده، وزارت‌های خارجه ما عرصه کشور سر ازو کار میکنه که ما میخواهیم که استیکر یا ویزا استیکر که ما برای سارک داریم، کشورهای سارک با موافقت نامه ابتا، هر کشور برای تاجر خود و برای ترانسپورتر خود ویزا خودشان بده، نه از کشور دیگه تقاضا کنه، که این مسئله دوم است که برای ما فایده میکنه که ما مجبور نشویم که طرف پاکستان بریم. مسئله سوم، چون تاجیکستان امرایشان ما تجارت داریم و مطابق ابتا هم ما مانع پاکستان شده نمیتونستیم که اونا داخل تاجیکستان شوه، چون آمدن تاجیکستان زیادتر سمبولیک میشه، چون به اساس موافقت نامه ابتا رای پاکستان تا بنادر افغانستان است و اونا میتونن که داخل شوه. یک چیز میشه که اونا داخل تاجیکستان حال شده میتونن پیش میره. برای ما خوبی شانی است که ما چند مسائلی که یک وقت در او وقت سرش بحث نشده او را فعلا داخل بسازیم، که مسئله واگه است. ایرا ما واضح گفتیم در این مسئله که افغانستان باید هم صادرات هم واردات از طریق واگه داشته باشه. سپاس. آقای حافظی، سود افغانستان با شامل شدن تاجیکستان در این تفاهم نامه چی است با توجه به حرفای آقای مزمل شنواره؟ به نام خدا و با تقدیم سلام به شما میمونای گرامی حاضر در میز و همچنان بیننده محترم تلویزیون طلوع و طلوع نیوز و لمر، از دید ما امکان بالقوه افغانستان به حیث یک کشوری که میتونه نقطه وصل بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه با همین موافقت نامه شروع میشه و رسما در اسناد حقوقی بین المللی و منطقوی مسجل میشه. اهمیت جو اکانومیک یا جغرافیای اقتصادی افغانستان ارتقا پیدا میکنه و ما رسما دهلیز ارتباط بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی میشیم. از این نقطه نظر خوب است.
و مو مراوده هایی را که قبل از تاسیس شوروی و قبل از تاسیس چین و قبل از انشاب و یا تجزیه هند برطانوی ما داشتیم، اون موقع پس دوباره با یک شکل مدرن جدید احیا میشه. ولی طوری که تجربه نشان داد، اسناد حقوقی را که ما تهیه کردیم در سال 2010 بسیار دچار ابهام بود و کمبود بسیار جدی داشت، در حالی که در 1965 که موقعیت ما هم بسیار ضعیف بود و ما به صورت یک جانبه باعث یک کشور مهاد به خشکه از پاکستان مطالبه رای دریایی داشتیم، اگر شما به او متن توجه بفرمایید، شما به هر کلمه‌ای که در اونجا نوشته شده میتونید افتخار کنین، برای اینکه بسیار با قوت علمی نوشته شده، از لحاظ دیپلماسی جهانی و منطقوی با یک استدلال بسیار قوی نوشته شده و هیچ چیز در اون مبهم نبود. به همون خاطر ما در بدترین سالها توانستیم که رای ترانزیت خود داشته باشیم و یک جانبه پاکستان هیچ منفعتی از ما نداشت، حتی ضرر میکرد، برای اینکه ما مالایی را که میآوردیم با تعرفه های پایین رو اکسپورت میکردیم به پاکستان میرفت. حالا هم این مسئله مثل یک کارد دودم است، گاهی ممکنه صاحبش ببره. به این خاطر مذاکره کننده های ما باید از توان فکری و علمی بالا برخوردار باشند، باید از منافع افغانستان یک تعریف دقیق داشته باشند که در این موافقت نامه منفعت افغانستان چی میتونه باشه و امور در این فرمول بندی کنن و داخل بسازن. اما بدبختانه در افغانستان هنوز منافع ما، منافع ملی ما در رابطه با کشورهای مختلف تعریف نشده باقی مانده. اما قایش انوری گفتن که پس از این با امضای این تفاهمنامه ترانزیتی سه جانب افغانستان با آسانی میتونه اموالش با آسیای میانه و با تاجیکستان انتقال بده، بازرگانان افغانستان ویزا را به گونه ساده و ویزیش درست است که او یک چیز، اما ما مالا خود امیالم بدون مداخله پاکستان رو صادر کرده میتونیم، امیال بعضی مواد خوراکه و رکسپورت مثلا بوره و بعضی اقلامی است که ما به صورت دوامدار سالها پیش از اینکه مثلا مطرح شود، پیش از اینکه تا همی قرارداد ابتا امضا شود، ما با تاجیکستان رابطه اصلی خوب داریم، حتی در زمان شوروی به نام تجارت سرحدی و تجارت مستقیم ولایت به ولایت هم ما با تاجیکستان رابطه داشتیم، ولایت شمال شرق افغانستان با اونا تجارت مستقیم داشتن. به این خاطر این موضوع تر نیست و اینا به فکر نمی کنم تر گفته باشن سوی تفاهم شده. به هر صورت تأکید مسئله یک مسئله دیگه است و اوی است که ما به تمام ارادجات که از پاکستان میه و خلاف میارام است، بسیاریش بارش به اندازه زیاد است، کل سرکای ما را سرک مشرقی و دیگه دیگر بیخی از ریشه خراب کرده، اما ما اجازه میتیم با یک رویه دوستانه در بندر حیرتان رفته میتونه، در بندر شیرخان رفته میتونه، در آقینه رفته میتونه، این طرف در جنوب افغانستان به هر جایی که خواسته باشه رفته میتونه، به هرات اگر بخواد رفته میتونه، ولی بالمثل رویه او نمی کنن، اجازه نمیتن که ارادجات ما تا واگه بره و عالم که او را اجازه دادن و گفتن که ما فتح کردیم، تا به امروز یک لاری ما به اوج نرفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از اون طرف اجازه نمیده که بارگیری کنن مال بیارن. اگه این موتر از این طرف بره و کرای دو طرف تیل دو طرف بخوره و یک طرف بار داشته باشه، طرف دیگه خالی بیه، از این که برای ما خوب است که از موتر پاکستانی استفاده کنیم، برای اینکه او کرایش ارزان تر است. به این خاطر پاکستان از لحاظ سیاسی گفار موافقه میکنه و در چوکات ها از عرف دیپلماتیک خارج نمیشه، ولی در عمل باز موانعی را خلق میکنه که خود ما توبه کنیم بگیم از این رایش استفاده نمیکنیم. این بسته به خود آگاهی زعامت ماست که رهبری ما در بخش اقتصادی در دولت و سطور خصوصی ما نماینده ازیا باید به اندازی در این مورد مسئله وارد باشن که اول یک تعریف دقیق از منافع افغانستان در همین قرارداد باید داشته باشن، اول به خود تعریف کنن، بعد از اوی تعریف در این موافقتنامه یا در قرارداد بگنجانن و باز برای آگاهی عامه برای کسایی که استفاده کننده از این قرارداد هستن برای زوا تبلیغ کنن تا اونا از حق خود آگاه باشن و با استفاده از حق آگاهی از حق خود به تحقق حقوق خود بپردازن. آقای حافظی، حالا چارچوب این تفاهمنامه نهایی شده و افغانستان پیشرتهایی شده در این تفاهمنامه گنجانیده و قرار است تا چند روز دیگه این تفاهمنامه به گونه رسمی امضا شود، پس فکر میکنه که حکومت افغانستان در
با امضای این تفاهم نامه بگونه به پاکستان باج داده، امتیاز بیشتر داده، چون آنگونه که از گفته های شما برداشت میشه افغانستان اگر امین گونه این تفاهم نامه را امضا کنه سود چشمگیر و پررنگ به دست نمیاره؟ نه برعکس، ما به یقین دستم پیشتر عرض کردم برای شما که امی موقعیت جیواکنومیک یا جغرافی اقتصادی ما ارتقا پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه. خب بدون امضای این تفاهم نامه هم افغانستان نه. شما گفتین که میتونه به بازارهای آسیای میانه دست خود ما داشته باشه. نه نه دیگه گپ میخواستم برام بگم که افغانستان خو یکی به عنوان یک کشور که تجارت ملی خود داره، ما حق داریم بر کشور تجارت بکنیم و میکنیم. ما میال با ازبکستان هم تجارت داریم، با روسیه هم داریم، با چین هم داریم، با کل کشورها، با کشورهای همسایه خود مستقیم تجارت داریم. مثلا با تاجیکستان کدام مانی نیست، ما از ترانزیت کدام کشور دیگه استفاده نمیکنیم. بحث رزی است که ما یک موقعیت مافوق ملی داریم از لحاظ ارتباطات یا همگرایی منطقوی. برای همگرایی منطقه‌ای ما همیشه میگیم که بسیار مهم هستیم و بسیار اهمیت داریم و دیگه و دیگه، لیکن گام عملی فقط یک موافقتنامه سی جانبه که ما از طریق افغانستان به تاجیکستان میره ایران، دیگه کدام موافقتنامه دی مورد وجود نداره. و یکی دیگه عالمی ابتا چی تاپی هم قراردادش امضا شده که ترکمنستان هم از قلمرو ما استفاده میکنه، میره ای دومین سندی است. کاسی دیگه سندی است که از قرقیزستان لاینای برق میره باشه. با این موافقتنامه ای که زمینه ابتا میشه، ما پنجمین یا چهارمین موافقتنامه منطقوی خود به عنوان که اورا کلش به رسمیت میشناسن که افغانستان کریدور ارتباطات ترانزیت ماست یا دهلیز ارتباطی ماست، این نقش جغرافی اقتصادی ما را بالا میبره. اما ای که ما منفعت های خود چطور درمی نقش خود درست است، همیل مزاد جنگی هم بسیار اهمیت جیو پولیتیک و جیو استراتژیک داریم، اما چی در 14 سال چی استفاده کردیم؟ ما همو گشنه که هستیم بودیم، اون به واسه معلوم است که در پلان مارشال در آلمان و کشورهای دیگه بعد از جنگ 10 سال دوام نکرد که آلمان اقتصاد اول اروپا شد، اما امروز بعد از 14 سال ما و شما 20% بودجه عادی خود استفاده پیدا کردن نمیتونیم، چون مدیریت وجود نداشت، چون یک حکومتداری سالم وجود نداشت، چون عقل استراتژیک وجود نداشت، چون برنامه های دقیق برای عملکرد وجود نداشت. از این خاطر ما فقط میگم که امکانات بالقوه را ما وقت درست استفاده کرده میتونیم که ما فهم استفاده از اینجا داشته باشیم، یکی و برنامه برش داشته باشیم، دو و تعریف دقیق از منافع خود داشته باشیم. این منافع را که ما دفاع میکنیم با پاکستانی در سر میز همو چی است؟ این منافع را اول خود ما بر خود تعریف کنیم. ای گپا باید در خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تعریف شده باشد. ما این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت در 14 سال هم نداشتیم، عالم نداریم. بنان مهمی است که ایده چوکات کلان ای از طرف رهبری حکومت وحدت ملی از طرف جناب دکتر اشرف غنی و همچنان از جانب دکتر سیف عبداللهی فرمول بندی شود. بعد از او وزارت های مربوط در چوکات کاری خودشان هر کدامشان ای را به سند اساسی در نظر بگیرن و در چوکات هم در مسیر از او باید یا تعریف های دقیق خود از منافع ملی در عرصه کار خود بیان کنند که ای را متاسفانه تا بال ما نداریم. و ما امیدوار هستم که وزیر جدید تجارت افغانستان، هر کسی که مقرر میشه وزیر تجارت و صنایع افغانستان، در با همکاری تیم خود آقای شنواری و دیگر دوستان بالاخره قادر شوند که منفعت ما را در ترانزیت پاکستان تعریف کنند، منفعت ما را در تعریف با آسیای مرکزی تعریف کنند و او یک خود از او یک اندیشه راهنما باشه برای نوشتن قراردادها. حال وقتی که اینا قرارداد میخواین امضا کنند و مذاکره میکنن، از صفر شروع میکنن، همه گپا را خودشان خلق میکنن، برای اینکه نه کدام سند راهنمود دهنده از طرف خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت است، نه خود دولت خود وزارت از یک برنامه مشخص و یک حدود تعیین شده چی دارن. منفعت های ملی افغانستان در این مسائل ترانزیت دارن. آقای امین، شما حرفای آقای شنواری را در مورد منفعت افغانستان با شریک شدن تاجیکستان در تفاهم نامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان شنیدین، واقعا افغانستان منفعت خود در این تفاهم نامه در نظر گرفته و تعریف دقیق از منافع تجارتی و بازرگانیش در این تفاهم نامه داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما میهمانان گرامی و همچنان بینندگان محترم. ببینین، از وقتی که یعنی حکومت دوره پیشتر میمانیم، حکومت انتخابی در افغانستان آمد، تا به امروز ما شاهد بسیار قراردادها بودیم یا مذاکرات راجع به قراردادها، به این که افغانستان نظر به موقعیت جیو پولیتیک و جیو اکنومیک خود مبدل به کشور شود که
شارگ خطوط تجارتی هم از چین به طرف بحیره مدیترانه و هم از نیمقاره هند به طرف آسیای مرکزی از این را تیر شد. و از نقطه نظر جغرافیایی که مخشب میبینیم کوتاه‌ترین را، خوبترین را و سالمترین را همی بوده میتونه به شرط که یعنی مسئله به امنیتی در افغانستان یک موضوع خارج بدانیم که بودیم یعنی اتا فکر کنیم که امنیت وجود داره. منطقا اینمی افغانستان چهار راه تمام معاملات در این منطقه شده بیتاده. اما در عمل ما شما میبینیم که در این راستا هیچ قدم های برداشته نشده. تا به امروز افغانستان حتی با شما خبر داریم که هیلری کلینتون وقتی که وزیر خارجه امریکا بود تا آمد این قرارداد ترانزیتی سال 1965 که بیشتر آقای حافظی گفتن که واقعا یک قرارداد بسیار خوب تجارتی بود بین افغانستان و پاکستان و حقوق افغانستان تضمین میکرد او را در وزارت تجارت این وقتی که ما وزیر تجارت بودم شروع شد بعد از او وزاره محترم بعدی که آمد اون رو تعقیب کردن تا اینو که او را پس به شرط یا به شکل این تعدیل بکنن که افغانستان هم از ای مقابل پاکستان از حقوق مسلم خود که در چوکات میثاق‌های بین المللی کشور مهاد به خشکه باید استفاده کنه از دفع کنند. او را قرارداد امضا کردن از خود وزیر خارجه امریکا آمد وزیر تجارت افغانستان او را امضا کردن متا امروز میبینیم که مشکلات است در عمل او پیاده نشد. این عین ترتیب حال است. مثلا امی قرارداد ابتا که میشه خوبی را که آدم دقت کنه پاکستان به ایسی یک کشوری که میخواه به هر شکلی که باشه خود را در آسیای میانه داخل کنه و سایه تجارت رو اینجا برای خود باز کنه و یگانه رایش برش تقریبا افغانستان است. از رای چین و ترک برو بسیار برش قیمت تمام میشه دیگر رای نداره. از رای ایران اگر ببره او هم بسیار طولانی نمام میشه ایران رو پیش گرفتن. منتها به این شکلی که من بسیار شک دارم که او میخواه که از افغانستان یا بهتر بگوییم که از ضعف موقعیت سیاسی افغانستان استفاده بکنه، ایران را برای خود باز کنه در آسیای میانه در قدم اول در تاجیکستان و بعد در سایر کشورهای آسیای میانه که اونجا یعنی قدرت خرید بیشتر برای اشیای مصرفی پاکستان که به صورت کتلوی یا وجود تولید میشه او را از راه افغانستان به مو شرایطی که تا امروز بوده که موتراش تا به بنادر رو از تا شاید خاکای از نابره از این استفاده کنه. اما در مقابل بر افغانستان هیچ یک امتیاز نته که ما از راه های تجارتی پاکستان برای انتقال مال تجاری ما که ما تقریبا 90% یا زیاده از او از پیسای مطلق شما نمیفهم کشور وارداتی سی ما از او استفاده کنیم و این مشکلات به وجود فرهنگ با پوزش در اینجا آقای شنواری گفتن که حکومت افغانستان درخواست پاکستان برای پذیرش شامل شدن تاجیکستان در این تفاهمنامه را 2 سال پیش نپذیرفت و شامل شدن تاجیکستان به اساس پیشنهاد خود این کشور در این تفاهمنامه پذیرفته شده خب نه کلش قابل سوال است درخواست از پاکستان. نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر تجارتی و سیاسی مخصوصا قابل سوال است که چرا حکومت افغانستان تقاضای تاجیکستان را برای ازی که از راه ترانزیتی افغانستان برای تجارت استفاده کنه رد کنه یا ایست که هنوز وقت فرصت برای پاکستان نرسیده بود که ایران را باز کنه افغانستان در مقابل ای گپ میخواد امتیازات دیگه بخواه هر علت پشت پرده که داشته ما از او بسیار اطلاعات نداریم اما از نقطه نظر منطق تجارتی از نقطه نظر منطق معاملات یعنی که تقاضای بسیار صحیح نبود چرا یک درای خود بسته کنه یک کشور مگر ای که مسائل دیگه در بین میده باشه اینا شما در پیشتر گفتید خب به این هم شک نیست که ما یک قدر یک موقف ضعیف قرار داریم مثل که بارها گفته شده و آقای حافظیان بیشتر به اشاره کردن که ما برای پاکستان هم یاد تمام امتیازات دادیم که برای تجارت خود در اونجا شروع کنه موتراشان میره هیدیم تا بند شیرخان بندر و حیرتان دیگه و دیگه اما تا پل حیرتان الان ما هیچ نمیتونیم که مال تجاری خود به واگه برسانیم در تورخم باید به موترهای پاکستانی داده شد و برده شد که دلش ها گفتن که بعضی مشکلات پیشتر 5 نقطه آقای شنوار اینجا پیش کردن که تمام از اینا در مقدار مذاکرات طولانی که صورت گرفته این کل از یا قابل حل است خب منتها من هنوز به می عقیده هستم که پاکستان با مون نیرنگ و فریب که همیشه داشته میخواهد که زیادترین استفاده را از افغانستان برای تجارت خود بکنه اما برای انکشاف تجارت افغانستان کمترین امکانات برای افغانستان بده. این تئوری هم یک دفعه به وجود آمد که گفته شد که
اگر افغانستان رویه بالمثل کنه، مثلا موتورای پاکستانی رو بگوید وقتی که شما مال تجارتون رو میبرید در داخل در ترخم این پس مثل واگواره، شما مال تجارتون خالی کنین، تاجر افغانی موتور ترانسپورت های افغانی اینا این انتقال بتن به شیرخان بندر اینا باز اونجا به تجارت کنن. ما گفتن که این رویه بالمثل برای افغانستان مضر تمام میشه. خب سر استدلال بسیار سود و زیان افغانستان با شامل شدن تاجیکستان در بخش این تفاهم نامه چی است؟ افغانستان واقعا پس از امضا و اجرای این تفاهم نامه چی به دست میارد؟ افغانستان میتونه که اگر واقعا این تجارت جریان پیدا کنه، مثل که بسیار قرارداد شده نشده، اگر جریان پیدا کنه که امید میکنه که جریان پیدا کنه، افغانستان دیگه چیز نداره که استفاده کنه. یک وصل میشه یک موقعیت استراتژیک بسیار قوی، نه استراتژیک، اکونومیک بسیار قوی پیدا میکنه و میتونه که ایره حتی در بعض موارد به حیث یک وسیله فشار سیاسی هم از او استفاده کنه. یعنی میتونه که بدیل بر پاکستان در کشورهای پاکستان سر فشار میاره در موضوع، پاکستان سر موضوع فشار میاره، تجارت پاکستان از راه افغانستان عبور میکنه، حکومت افغانستان میتونه که ایره قطع کنه. وقتی قطع کرد پاکستان از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار میه، تجارت چه صدمه میبینه از این را. اما دیگه چی ترانزیتی داره؟ اگر جریان پیدا کنه باز افغانستان حقوق ترانزیتی از این کشورها گرفته میتونه، یعنی به هر صورت نقص نداره. اما یک نقطه است که حاضر میخواین حالا میگیم یا پس اونسش بی مسئله هندوستان است، او به ذات خود هم بسیار اهمیت داره. موضوع میپردازیم، موضوع باید ما بپردازیم، چرا بدون هندوستان اینطور موافق نامه ها در این منطقه ما یک جانبه میمونه، یعنی یک پایش بیرون میشه. سپاس و ادامه برنامه کنکاش هم پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه کنکاش خوش آمدید. آقای شنواری، چرا افغانستان پذیرفت از طریق قلمروش تاجیکستان با پاکستان یا پاکستان با تاجیکستان تجارت کنه؟ اما پاکستان نمیپذیره که از طریق خاکش هندوستان با افغانستان تجارت کنه. یکو دو مسئله عمده است. یک مسئله من میخوام یکم یک بیشترم وزیر صاحب برش اشاره کرد که اول پاکستان تقاضا کرده بود برای تمدید موافقت نامه و امتدادش به تاجیکستان، در او وقت مخالفت ما به این شرط بود که دو جانبه باید تطبیق شود. بعد از او تاجیکستان تقاضا کرد که ما میخواییم که از راه افغانستان به پاکستان ارتباط داشته باشیم یا راه ترانزیت داشته باشیم. به او اساس باز روابط افغانستان با تاجیکستان چیزی دیگر است نسبت به روابط ما با پاکستان. به او اساس حکومت افغانستان فیصله کرد که ما پیش میریم. مسئله میه که چرا حکومت افغانستان در این دخیل بودن که پاکستان از راه افغانستان به تاجیکستان یا آسیای میانه ترانزیت داشته باشه. ما میخواییم که پاکستان هم محتاج افغانستان شود و ما میخواییم که پایشان در آسیای میانه دخیل شود. ما در یه آخر بالخصوص تقریبا یک سال میشه روابط ترانزیتی ما با پاکستان خوبتر شده. ما دو تقاضا کردیم از پاکستان. اولی بود که موتورای ما را اجازه بده که تا واگه برم. واگه اونا قبول کردن، ولی پیشتر که حافظی صاحب برشان اشاره کردن که می رفتن پس که خالی می آید به او خاطر هیچ کس نمی ره به خاطر نقص برش می کنه. به او اساس ما امرای سفارت هندوستان در این مورد جلسه داشتیم که اگر برای ما اجازه داده شوه که موتورای ما داخل هندوستان بره، در یک چیز منطقه اتاری است که داخل 5 کیلومتر در داخل سرحد هندوستان است، اگر برای ما اجازه داده شوه که موتورای ما بره و از اون طرف مالای پس بیاره که پاکستان هم میاره به اساس. خوشبختانه حکومت هندوستان در دو روز این موافقهش روان کرده کتبی به وزارت خارجه ما و به وزارت تجارت ما که ما آماده هستیم که موتورایتان تا بندر اتاری ما بره. به او اساس ما یک نامه را نوشته کردیم به حکومت پاکستان که حکومت چون در موافقت نامی ابتایی است که هر کشور اگر به کشور سوم در داخل خاکشان میشه باید اونا یک تفاهم کتبی داشته باشه بین دو کشور که موتورایشان داخل شده میره. او مانع از بین رفت که هندوستان اجازه داد. تقاضای دوم در او نامه که ما روان کردیم بود که برای ما اجازه بده چیزایی که پاکستان خودشان وارد میکنه از هندوستان که ما هم وارد کنیم به افغانستان. ما برای ما به شکل غیر رسمی اونا خبر دادن که اونا این مسئله را پذیرفته.
هفته در جریان اینمی هفته وزیر تجارت پاکستان میایه و ما امیدوار هستیم که در سفرشان که به کابل داره اینا شاید اعلان کنه که اجازه میده به افغانستان که از هند اموالی که افغانستان و پاکستان وارد میکنه از هند برای افغانستان اجازه داشته که یک پیشرفت بسیار خوب میباشه. آل در موافقتنامه سه جانبه که ما میاییم هدف اساسی ما یک از موضوعی که دیروزم سرش بحث شده زیادتر و حکومت پاکستان وقت خواسته که اونا برای مقامات خود صحبت میکنه که نقطه اساسی که حکومت افغانستان پیش کرده باید ما اجازه داشته باشیم که هم صادرات به هندوستان داشته باشیم و هم واردات از هندوستان داشته باشیم بلا قید و بلا شرط. به او اساس یعنی موقف افغانستان در موافقتنامه سه جانبه واضح است. فرق بین موقف فعلی ما موقف 2010 در 2010 زیادتر چون فشار خارجی هم بود، فشار امریکا بود که موافقتنامه تبدیل شوه و موافقتنامه 1965 کمل در موافقتنامه ابتاس، ولی ما مشکل ما این بود در موافقتنامه 65 که بسیار عام بود. ما میخواستیم که او را بسیار مشخص بسازیم چون از عام بودن موافقتنامه پاکستان سوء استفاده میکرد. ولی در ابتا ما بسیار مشخص رفتیم سر یک سلسله مسائل که او هم مشکلات ایجاد کرد. به او اساس تجربه هر دوی شان گرفتیم، در اینجا آوردیم که راه حل پیدا کنیم که تمام تسهیلات به تاجرای ما آماده شود. به او اساس افغانستان در این مذاکرات چون خود حکومت افغانستان در داخل هستند، موقف افغانستان هم روشن هستند، بدون اجازه هندوستان یا بدون اجازه که مال افغانستان مال هندوستان ما وارد کنیم به افغانستان ما هیچ وقت ایره نه به امضا میرسانیم نه موافقه میکنیم و نه امرشانی مثلا هند تمایل نداره با افغانستان از طریق پاکستان تجارت کنه، هند کالاهای خود وارد افغانستان بسازه، هند تمایل داره در این مساله و اونا اما پاکستان کردن. اجازه خواهد داد از قلمروش هند استفاده کنه در روابط تجاری با افغانستان؟ چون اگر در این موافقتنامه بیاید، چون موقف افغانستان که یگانه نقطه ای است که ما سرش از روز اولی که مصوبه بر ما رسید تمرکز ما این بود که ما باید از هندوستان واردات داشته باشیم، به واسه هند هم در این مسئله خوش هستن و اونا هم این مسئله را تعقیب میکنن. پس این توافقنامه یا تفاهمنامه باید چهار جانبه باشه، میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان. فعلا سه جانبه است چون حکومت هندوستان که من پیشترم گفتم تقاضا نکردند که شامل این موافقتنامه شود، چون امرایشان صحبتای ما داشتیم و از پیششان خواهش کردیم اگر اونا این مسئله است که اونا داخل موافقتنامه ابتا شوه که فعلا نامش پتا میشه که پاکستان افغانستان تاجیکستان ترانزیت ترید اگریمنت میشه، ما گفتیم اگر شما هم میخواین باید رسما چون به اساس موافقتنامه هر کشوری که میخواد که داخل شود این موافقتنامه باید به کشورهای هر دو کشور فعلا که افغانستان و پاکستان است باید رسما برای اونا اطلاع بده و هر دو کشور در جلسه اپتیکا که جلسه هماهنگی موافقتنامه ابتا است دو باید فیصله کنه که کشور شامل میشه یا نمیشه. با او اساس ما تا حال رسما کدام تقاضا از حکومت هندوستان نگرفتیم. حکومت هندوستان در پهلوی مسئله سر موافقتنامه جاده یا موافقتنامه موتورهای آسیای جنوبی سر اونا زیادتر تمرکز میکنه و اونا میگن که اگر اون موافقتنامه امضا شوه و بعد امضا میشد در جلسه سران کشورهای سارک چون پاکستان مخالفت کرد، اگر او امضا شوه باز حکومت هندوستان زیادتر دلچسپی در این موافقتنامه نداره چون اونا اکسس پیدا میکنه با اساس موافقتنامه ابتا. ولی امرای ما همکاری کردن در مورد اجازه دادن برای موتورهای ما که تا بندر یا تا 5 کیلومتر داخل خاک هندوستان موتورهای ما بره و اگر پاکستان اجازه بده پیش از او که ما موافقتنامه سه جانبه نهایی بسازیم ما امیدوار هستیم که در ما یک ماه آینده ما میتونیم که واردات داشته باشیم اگر پاکستان مثل که ما شنیدیم از پیششان غیر رسمی که وزیر تجارتشان که داخل در این سفر میآید او شاید اعلان کنه که اجازه میده برای موتورهای افغانستان که رویه ملی یا نشنال تریتمنت که اونا میگن که هر چیز که اونا وارد میکنه برای ما اجازه. یک مسئله دیگر میخوایم اینجا واضح بسازیم. ما باید دارم دو سال پیش و یا سه سال پیش زمانی که هندوستان میخواست در تفاهم نامه ابتا داخل شود پاکستان مخالفت کرد و در آن زمان حامد کرزی گفت که تا زمانی که هندوستان شامل بخش تفاهم نامه ابتا نشه افغانستان هم نمیپذیرد تاجیکستان شامل این بخش و با پاکستان تجارت کنه و در حالا نرمش حکومت افغانستان در برابر این خواست پاکستان فکر نمیکنه که به گونه امتیاز حکومت وحدت ملی به پاکستان است و حکومت وحدت ملی یعنی تن داد از به فشارهای پاکستان؟
نه خیر، هندوستان هیچ وقت رسما تقاضای شامل شدن در موافقت نامی ابتا نکرده و تا حال نکرده. در 5 سال گذشته که ما شاهدش هستیم رسما اونا هیچ وقت تقاضا نکردن و هر وقتی اونا تقاضا کنن ما برشان لبیک میگیم و به اونمو اساس مثل که پاکستان دلچسپی زیادتر داشت با تاجیکستان، ما هم حاضر هستیم که زیادتر فشار بیاریم سر پاکستان که هندوستان هم قبول کنه. به او اساس اگر ما چند مرتبه امر حکومت هندوستانی را مطرح کردیم، اگر رسما اونا برای ما تقاضایشان روان کنه و هم به پاکستان روان کنه، ما ایرا در جلسه هماهنگی موافقت نامی ابتا گرفته میتونیم و با اساس اونم تصمیم میگیریم. سپاس آقای حافظی، برداشت شما از گفته های آقای شنواری چی است؟ بدون حضور هندوستان در تفاهم نامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان، افغانستان میتونه که با هند روابط ترانزیتی از طریق خاک پاکستان برقرار کنه؟ اول خوب موضوع ابتا که است، یک مسئله دسترسی ما بابای گرم است و بابای بین‌المللی و او بدون هندوستان هم در گذشته بوده و در آینده هم خواهد بوده. اون جنبه که یک رابطه حقوقی مدون بین ما و پاکستان وجود داره به خاطر حق رای ترانزیتی که ما به حیث یک کشور مواد به خشکه مطابق به کنوانسیون های بین‌المللی از او برخوردار هستیم. اما وقتی که مسئله هندو پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی مطرح میشه و حتی ایران، ما میتونیم یک بازار منطقوی را به اساس همگرایی یا انتگریشن بسازیم و در این منفعت های کل کشورها، منفعت های اقتصادیشان، منفعت های امنیتیشان، منفعت های سیاسیشان در این نفته است و حتی مبادلات فرهنگی صورت میگیره، یک همدلی به وجود میاد. مثل که اتحادیه اروپا را شما میبینید که 25 کشور که اکثرا متخاصم بودند بین آلمان و بین فرانسه، خط ماژینو و زیگفرید کشیده بودند در جنگ عمومی دوم و در جنگ عمومی اول هم بین ما صورت گرفته بود. جنگ دوم هم تقریبا 50 میلیون نفر در سراسر دنیا در جنگ عمومی دوم کشته شد و 110 میلیون نفر دیگر زخمی و مجروح شد و 72,000 قریه و شهر ویران شد. اما امروز اونا ویزا کار ندارن، یک سرحد واحد دارن و این سبب شده که دادستود به اینشان بسیار خوب شوه، تسهیلات فراهم شوه، شهروندای از و از یک پول واحد استفاده میکنن، همو به اصطلاح اکسچنج لوز یا به اصطلاح ضرر به خاطر مبادله ندارن. یک تورست از اینجا حرکت کنه برای یک کشور، بازو پیسی خود بدل کنه، 10% نقص کنه، باز یک جای دیگه بره، 10% باز پس که پیسی وطنی خود در پایان سفر میگیره باز به 10% ارزانتر رو پس بفروشه. به این خاطر ما خودم شخصا از سالها به این طرف وسیم خبر دارن که ما از جمله کسایی بودیم که پیشنهاد کردیم که یک دید جدید مطابق به نیازهای دوران کنونی در رابطه های سیاسی و اقتصادی ما بین ما و همسایه ما بوجود بیه و از طرف همسایه ها هم باید یک دید جدید بوجود بیه. با ما اساس ما برای اولین بار اتاق تجارت افغان سرحد ساختیم که با پشاور ساختیم، بعد از او افغان کویتر ساختیم و چمن ساختیم، بالاخره اتاق مشترک افغان پاک ساختیم که هنوز ناقص است برای اینکه او فدراسیونش میگه که این اتاق همتای شما نیست، ما شما را قبول نداریم، که او را هم کوشش میکنیم که فدراسیون اتاقای تجارت سراسری پاکستان هم را ما یکجا شود. ما به این درجه رساندیم که سکتور خصوصی پاکستان هم نظر ماست. ما برای او نشان دادیم که به میلیاردها دلار یا منفعت دارن اگر اینا یک رویه دوستانه با ما داشته باشند. و در تجارت با هندوستان هم اونا در 10 سال گذشته 700% رشد دارن. این گپای دیگه شان که با هندوستان مایت راست میترسی میگه پاش در تجارت نیست. همیالی که ما در جلسات سارک میریم، رئیس اتاق تجارت پاکستان فدراسیونش همراه رئیس اتاق تجارت ایفیکی هندوستان مثل دو برادر برخورد میکنن و اینا منفعت های تعریف شده مشترک خود بیان میکنن. آقای حافظی، اگر واقعا پاکستان و منافع افغانستان هم در چارچوب این تفاهم نامه توجه داره، پس چرا نمیخواهد که این تفاهم نامه به گونه چهار جانبه با شمولیت هندوستان امضا شود؟ خب اول خو گپ همی است که طور که مویسه فرمودن که هندوستان تقاضای رسمی در مورد مشارکت دایی چیره نکده و اونا هم حراس خود دارن. خب اگر افغانستان بخواهد که هند در این تفاهم نامه شامل شود، پاکستان خواهد پذیرفت؟ نه، در صورتی میشه که خود هند هم با این خواست افغانستان موافقه کنه. اگر سعی کنین بر افغانستان و بر هندوستان بسیار مفید است. ما یک مثال برتون میتونم، مثال زنده، ما یک فابریکه داریم، دو تا فابریکه است که یکیش از هندوستان تکنولوژی آمریکایی را آورده به نام افغان فولاد، ده هرات است.
یا نصف دنیا را میگردن تا ماشینا لات خود به ایراد میرسانن. اگر رای مستقیم ما رای واگا برای ما باز شوه و همین تکنولوژی را بیازم از هندوستان میخریم، او را کل قلم را به هندهی میپیمایم، به طور مثال او را میخره از اتر پردیش، ای را میبره در بمبئی، در بمبئی او را بار میکنه، میاره در بندر کراچی، از بندر کراچی 2660 کیلومتر رو میاد تا به کابل، از کابل باز پسی بار میشه 1040 کیلومتر میره به ایرات. اگر اینا ایرا را برای ما باز کنن، از دورافتادترین نقطه هندوستان که تا به کابل بیاید 2460 کیلومتر نمیشه، به نصف از اون میشه. میال از روی واگا که ما هم ردسر بریم یا دیلی بریم 1500 کیلومتر است. اینی سرگردانی ها به اقتصاد منطقه صدمه میزنه. استفاده بیمورد از راه ها، استفاده بیمورد از ترانسپورت، استفاده بیمورد بر مصرف تیل، زیای وقت. پس فکر میکنید چرا پاکستان علاقه شمولیت در این تفاهم نامه را نداره، در حالی که شما گفتین برای انتقال کالاهایش به افغانستان راه های دور و دراز را میپیمایه، اما از راه پاکستان در مدت کوتاه و با فاصله زمانی بسیار کوتاه میتونه که کالای خود به افغانستان انتقال بده؟ هندوستان خو عرض کنم برتان که حال از جمله ده اقتصاد بزرگ دنیاست و هندوستان نیازی به بازار افغانستان نداره. بله. و هندوستان تکنولوژی تولید میکنه و مخصوصا های تک یا به اصطلاح می انفورماتیک توری یاد آل در دنیا یک جایگاه بسیار کلان داره. هندوستان روی دوستانه با ما داره که روی جیو اکانومیک نیست، جیو پولیتیک است. سپاس. به این خاطر اونا بر ما اهمیت میتن که ما افغانستان تقویه شوه و مراودی ما بین ما باشه. اما در یک پکچر کلان افغانستان، پاکستان و هندوستان اگر همکاری کنن و با آسیای مرکزی هم از طریق از این کشور مدغم میشه در بازار و ایران هم ناگزیر است همینجا بیایه، اگر چین بیایه یا نیایه، ما یک بازاری میشیم که 2 میلیارد انسان در او میتونه که از او خرید بکنه و افغانستان مرکز از او است به صورت طبیعی مثل که در گذشته بود تمدنهای ما. آقای حافظی. بله. آقای امین، در مورد دوری هندوستان از چارچوب این تفاهم نامه بگین، چقدر تاثیرگذار است بالای این تفاهم نامه اگر هند هم شامل این تفاهم نامه نشه؟ خب ما به یکی از اینکه باوست فیضی که هند تقاضای زیر نکرده، طوری که ما شنیدم که در این توافقنامه وارد شوه، اما اینجا بعضی مسائل دیگه هم نقش خود دارن. پاکستان امروز توسط یک قرارداد، مثل که ما پیشتر هم گفتم، خود پاکستان هم مبدل به کشور تولید کننده بزرگ مواد مصرفی روزمره میشه و نیاز داره به اینکه یک قسمت زیر در آسیای میانه اونجا بازار است صادر کنه. نمیخواه که هندوستان عمدی تجارت داخل شوه و جای زیری بگیره. یعنی مقدار مال تجاری صادراتی پاکستان با داخل شدن هند در طریق قرارداد به آسیای میانه کم میشه و یک سلیمه اقتصادی میبینه از او خاطر است. نکته دومه که هند را، یعنی خود هند هم ایره احساس کرده و شاید اقدام نمیکنه و پاکستان مخصوصا به او بسیار دقت میکنه، ایست که با داخل شدن یک کشور مانند هند که از جمله ده کشور پیشرفته اقتصادی جهان می آید، ای ازدیاد تجارت بین در این منطقه بین چند مملکت افغانستان، تاجیکستان و باز شاید باز کشورهای دیگه آسیای میانه، نفوذ سیاسی هند هم در اینجا زیاد پیزازه و حتی میتونه که تاثیر بندازه بالای کشورها که در قضایایی که بین هند و پاکستان است، او اونا به نفع هند یک ذره تغییر موقف بتن که این موضوع رو بسیار جدی میگیره پاکستان و مانع از این میشه که هند در این مسئله هند که درخواست نکرده، این بسیار به پاکستان از این خوش است که اینطور یک چیزی نشه که هم جایش در تجارت نگیره و هم از نفوذ سیاسیش بکاه. و بالاخره چیزی که بسیار مهم است ایست که با اینطور قراردادها پاکستان بسیار به مهارت میخواهی که توجه دنیا را از حق مسلم افغانستان به حیث یک کشور مهات به خشکه که تمام این قراردادها تسجیل شده و میثاق‌ها وجود داره از این هم جلوگیری کنه. نمانه که افغانستان، یعنی به عباره دیگه پاکستان بسیار میل داره که در این قسمت در این منطقه این از این سیاست پیروی کنه، در حالی که اینال اگر ما و شما ببینیم در جایی که خود پاکستان باز به وارد کردن بعضی متاعی که به او ضرورت اشد داره
وقتی در اونجا مواجه میشه با افغانستان، در اونجا باز به مقابل داخل بودن هند هیچ اندیشه نشان نمیده. مثلا پیشتر از پروژه تاپی یاد کرد جناب حافظی صاحب. در تاپی چون پاکستان بسیار احتیاج به انرژی داره، قبول میکنه که حتی هندوستان نیز داخل شود. اما در اون جایی که باز ببینه که هندوستان برش مشکلات ایجاد میکنه، اونجا مانع میشه. فلحاظ یک سیاست تجارتی و اقتصادی دو جانبه را نظر منافع سیاسی و دیگه خود در این منطقه پیش میبره که چانس و امکان موفقیت تو قراردادها را در حقیقت صدمه میرسونه. آقای شنواری، در مورد اهمیت این تفاهم‌نامه سه جانبه افغانستان و پاکستان و تاجیکستان گفتین. حالا با توجه به پیشینه تخطی پاکستان در تفاهم‌نامه ها، قراردادها با افغانستان و همچنان وضعیت بد امنیتی در داخل افغانستان، چگونه میشه این تفاهم نامه را اجرا کرد؟ آیا ضمانت اجرایی وجود داره؟ خب یک مسئله است که اون موقف سیاسی یک کشور زیادتر از لحاظ مسائل، چون پاکستان مسائل اقتصادی را زیادتر ربط داده به مسائل سیاسی. هر وقت که روابط سیاسی ما مشکلات داشتن، اونا اولین صدمه که میده ترانزیت ما میدید که یک مشکل است. ولی تعهد در این پروسه از هر دو طرف موجود است، چون از طرف حکومت پاکستان هم موجود است، حکومت افغانستان هم با آمدن حکومت وحدت ملی مسائل زیادتر نزدیک شده و تعهد از هر دو طرف است که مشکلات باید حل کنه. ما امیدوار هستیم که موافقتنامه سه جانبه، موافقتنامه پتا که ما به نام پتا میشه، این موافقتنامه مشکلاتی که ما داشتیم، آموخته هایی که ما داریم از 5 سال گذشته یا 6 سال گذشته به شمول مذاکراتی که تقریبا 1 سال ادامه داشتن، اونمو تمام مسائل در نظر گرفته ما کوشش میکنیم که یک سندی را تهیه کنیم که هم برای مردم افغانستان خوبتر باشه، هم برای تاجرای ما اونمو سهولات لازم فراهم بسازیم. آقای حافظی، شما چقدر مطمئن هستین پاکستان واقعا با این تفاهم‌نامه برخورد صادقانه خواهد کرد با توجه به این همه چالش هایی که سر رای امضای توافقنامه ها و اجرای توافقنامه ها و انتقال کالاهای ترانزیتی از افغانستان به کشورهای دیگر وجود دارد؟ منفعت دولت پاکستان چیزی را که ایجاب کنه و میکنن و منافع خود پافشاری دارن، ولی اگر منافع ما را در نظر نگیرن و منافع منطقه را در نظر نگیرن، سیاست های از و شکست میخوره و طوری که اقتصاد پاکستان هر روز افول میکنه و پایین آمده میره، به ورشکستگی اقتصادی میرسه. به این خاطر لازم است که انتگریشن یا مو همگرایی اقتصادی منطقوی را اینا قبول کنن و با یک رویه صادقانه. سابق هم گفتن که the best politics is دهانستی، بهترین سیاست صداقت است و در صداقت کس نقص نمیکنه. و پاکستان هم به حیث یک کشور همسایه ما از امکاناتی که در افغانستان وجود داره باید استفاده معقول بکنه، در غیر جی خودش ضرر میکنه. آقای فرهنگ، در اخیر یک دقیقه دیگه فرصت مانده، با توجه به جمع‌بندی این بحث میتونیم بگیم که بیشتر منفعت پاکستان در چارچوب این تفاهم‌نامه سه جانبه است. حالا دیگر ما مطمئن باشیم این تفاهم‌نامه به گونه درست اجرا میشه و برخورد پاکستان هم صادقانه خواهد بود. ما میتونیم یک امیدواری داشته باشیم و بسیار باید است که این را به دقت مطالعه کنیم، نگذاریم وسایل به دست بیاریم که یا تطبیق بکنیم که ما را از طور خطرات ناشی از این که پاکستان بخواه به ما صدمه برسانه به منفعت خود، از خود نجات بدیم. به عقیده ما اونمو قراردادی که در سال 1962 حتی بیشتر از 63 هیئت روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان قطع بود، یک هیئت از افغانستان رفت و مسئله تجارتی و اقتصادی را از مسئله سیاسی جدا کرد. اگر اون را حکومت افغانستان پس تطبیق کنه و قرارداد وجود داره، سر پاکستان نور بقبل دن که اطلاع قرارداد ما داشتیم، ای از بسیاری مشکلات با حل بشیم. ای مربوط است به توانایی و توانگری حکومت وحدت ملی که تا کدام اندازه میتونه این کارو بکنه. سپاس از حضورتان در برنامه. مزمل شنواری، معین و سرپرست وزارت تجارت، آذرخش حافظی، رئیس روابط بین الملل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و محمد امین فرهنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل و وزیر پیشین تجارت. و سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراه ما بودید. شبتان خوش. We'll be right back.